روحام بودو بیا یه چیزی بخور. الان میام مامان. با انوشه حرف بزنم. چه حرفی؟ اون آقا شهریار که هست، اون یه بیزینس بزرگ داره. خب به انوشه میگم که باش در مورد کارم حرف بزنه. برای چی میخوای پای انوشه رو وسط بکشی؟ تو خودتم میتونی باش حرف بزن. من چطوری حرف بزنم؟ خب ما باهاش دوستیم دیگه، نیازی نیست رزومه یا عکستو بهش بدی. من مطمئنم حقوق خوبی هم میده. تو باهاش حرف بزن. نه من که حرف بزنم انگار دارم دلالی میکنم. دلالی؟ ببین چی از دهنم پرید. منظورم اینه اگه من حرف بزنم صورت خوشی نداره. بودو لباست عوض کن، کنترلو بذار، زود برو ببینم. چای دم کنم؟ اگه دم کنی که خوبه. من که حرف بزنم انگار دارم دلالی میکنم. اون حرف دلالی هنوز رو دلم مونده. برای چی اینطوری گفتی؟ از رو هم نگفتم مهوش، فقط همینطوری از دهنم پرید. ببخشید. بدت میاد برم سر کار؟ نه بگو، قضیه اینه دیگه. نه بعدم نمیاد، برای خوشم هم نمیاد. بعد این روحام کجا بره؟ روحام میره مدرسه دیگه. مدرسه که تا زور تموم میشه، بعدش چی؟ بعدش هم پیش پرستار میمونه. آه ولی پرستار از کجا بیاد؟ پیدا میشی دانیال. خب بگرد، ولی اگه اینو بفرستی یه مدرسه ارزون من میتونم از پسش بر بیام. اگه میخواستم همچین کاری کنم خیلی وقت پیش رفته بود. مدرسه خیلی مهمه. هنوز نرفتی سر کارم؟ بعد داری انگلیسی حرف میزنی، داری تمره میکنی نه؟ آب جوش اومده. اگه جای دیگه ای کار کنی من مشکلی ندارم، ولی اونجا که بری مشکل پیش میاد. اونجا یعنی؟ دارم آقا شهریار رو میگم. شاید اون مرد خوبی باشه، ولی وقتی میبینتت معلومه که داره نگات میکنه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.